و من یادم حتی در اون وسط در کوهستان هم که بود، من نرفته بودم اونجا پلوش، ولی از نزدیکان من مهمانش بودن و از پذیرایی که در اون کوهستان با نداشتن هیچ امکانات، پذیرایی خیلی ساده ولی در این حال لوکس و باب جهان، باب دنیای دنیایی که میکرد، این اصلا زبان زد کسانی بود که اونجا دیده بودنش، ازشون پذیرایی کرده بود. خب اگه صحبت آخری دارید برای ما لطف کنید بگید. نه دیگه، من تشکر میکنم که این موقعیت رو پیش آوردین که با صحبت خوب داشته باشیم با هم دیگه، و خوشحال شدم از این صحبت و کلی خاطرات قدیم رو برای من زنده کرد. خیلی متشکرم از شما و درود میفرستم به کسانی که مبارزه میکنن برای آزادی و برای استقلال کشورمان و رهاییش از دست رژیم مذهبی. در خدمت دکتر ناصر پاکدامن هستیم و امروز همونطور که با جناب آقای متین دفتری هم صحبت کردیم، خواستیم از زبان ایشون هم یه سری صحبت‌های راجع به دکتر قاسملو بکنیم، چون به هر حال ایشون هم دکتر قاسملو رو از نزدیک میشناختن و خیلی بهتر از ما. برای همین می‌خواستیم که به عنوان اولین سوال راجع به همین آشنایی از ایشون سوال کنیم و رابطه‌ای که با ایشون داشتن، چه از لحاظ کاری چه از لحاظ دوستی و هر چی که خودشون سلام میدونن. بفرمایید. من اولین باری که دکتر قاسملو رو دیدم در مهاباد بود، در مهاباد بود در بهار آزادی. اون موقع من در سازمان ملی دانشگاهیان ایران بودم و از دبیران سازمان ملی دانشگاهیان بودم و دوستان کرد ما آمدند و پیشنهاد کردند که ما بریم و یه طرحی رو تدوین کردند که ما بریم و یک دانشگاه در کردستان درست کنیم و این طرح، برای این کارم شروع کردیم به جمع‌آوری کمک و آقای صادق‌خان صادق وزیری بودن و من و یکی دیگه از دبیران سازمان ملی دانشگاهی. به این مناسبت ما بلند شدیم رفتیم به مهاباد و در یک جلسه اونجا شرکت کردیم که شخصیت‌های مهم کردستان در اون جلسه حضور داشتن و در اونجا بود که من اول بار دکتر قاسملو رو دیدم. و از همون نکته که چشم منو جلب کرد، نظر منو جلب کرد، این بود که مردی است بسیار خوش لباس و بسیار مطمئن از خودش و بی هراس و با دقت مسائلی رو که داره در اونجا مطرح میکنه. این برخورد اول بعدها در فرانسه بود، وقتی که ما اینجا اومدیم و شورای ملی مقاومت رو تشکیل داده بودیم، در اونجا بود که من آقای قاسملو رو دفعات بعد دیدم و همون برق چشمان و سنگینی حضور و صراحت و سلاست در بیان مسائلش همچنان خصیصه بود که همیشه در رفتار و گفتار و کردار قاسملو به چشم میخورد، همراه با خنده. صورتی بود که هیچگاه حتی در بحث‌های خیلی تند که گاهی هم بحث‌های مثل همه مبارزات سیاسی بحث‌های تند و با زمان، پازل زمان واقعا نه چندان با اهمیت یا خیلی با اهمیت، بستگی به این دارد که از کجا نگاه بکنید، در تمام این بحث ها و گفتگوهایی که من حضور داشتم در اون چند ماه ها در کنار دکتر قاسملو، هیچ لحظه ای من چهره عصبانی و نشانی از عصبانیت بر چهره اون ندیدم و خنده بسیار بود، خنده که میکرد چشمهاش هم میخندید،
خبر مرگ قاسملو رو دوستی از سوئد به من تلفن کرد. روز 14 ژوئیه 1989 صبحی بود. به من تلفن کرد. دوست ما از دوستان کرد من بود و گفت یه همچین اتفاق افتاد. و اون روز یه روز آفتابی بود و آفتاب دیگه برای من نبود وقتی این خبر شد. این که چطور شد و چگونه شد که قاسم بود در اونجا کشته شد یه مسئله‌ای بود که در ذهن من همینطور حرکت میکرد و من خیلی کوشش کردم که با کسانی که در اون لحظات و در اون تماس‌های آخر با قاسملو بودند صحبت بکنم و به اصطلاح گفته‌های ایشون رو و روایت‌های ایشون رو گردآوری بکنم. یکی از اونها رو من برای شما می‌خونم. این شهادت یک شهاده عینی است. همونطور که می‌دونید قتل قاسملو و دو تن از همراهانش به اصطلاح این کشتار فاجعه بار 13 ژوئیه در ساعت 7 بعد از ظهر در آپارتمان شماره 12 واقع در طبقه سوم عمارت کاشی 5 کوچه لینک باهه در وین روی داد. شاهد عینی دوست من اینطور بیان میکنه. اول به من گفت ساعت 7 را برگرد. او کسیه که قاسملو رو همراهی کرده. قاسملو بهش گفته که من با یک کسی راندوو دارم در وین، در وین زندگی میکرد و قاسملو بهش گفته که من ساعت 7 با یک کسی امروز از قرار دارم، من باید ببری در فلان محل بگذاری و بعدم ساعت 7 برگردی. از اینجا صحبت شروع میشه. اول به من گفت ساعت 7:30 برگرد، بعد گفت ساعت 7:30. من ساعت 7:30 دوباره آنجا بودم. قرار بود همه خانه یکی از بچه‌ها جمع شویم، کاک دکتر بیاید برایمون صحبت کند. همه منتظر بودند. من هم آمده بودم کاک دکتر را ببرم. نیم ساعت منتظر شدم تا 7:30. تا 7:30 میگفتم معمولی است. از 7:30 به بعد کمی نگران شدم. راه افتادم بروم سراغ تلفن عمومی. به تلفن که رسیدم تلفن زدم، پرسیدم ببینم که دکتر خودش به خانه برنگشته باشد. گفتن نه. دوباره سوار اتومبیل شدم و دور زدم که برگردم سر قرار. موقع بازگشت دیدم معرکه است. پلیس راه را گرفته است. ماشین های پلیس ردیف ایستاده بودند. راه بسته شده بود. خودم را باز به تلفن رساندم و به دوستان تلفن زدم. گفتم دکتر نیامده، دیر کرده، اینجا هم پر از پلیس است، فکر میکنم اتفاقی افتاده. چیزی نگذشت که دو تا از دوستان هم آمدند. یکی از آنها همین که چشمش به محل تجمع پلیس ها افتاد گفت دکتر را کشتند، اینجا خانه فاضل است. رفتیم و خودمان را به پلیس معرفی کردیم. پلیس میگفت 3 نفر عرب کشته شدند. کارت هویت کاک عبدالله در دست یکی از پلیس ها بود. کارت رو در جیب کت یکی از مقتولان پیدا کرده بودند. پس کاک عبدالله یکی از 3 نفر بود. پلیس گفت یکی هم زخمی شده است، در مریضخانه است. یکی از دوستان راه افتاد به طرف مریضخانه که زخمی را شناسایی کند. ما را وارد عمارت کردند و به طبقه بالا بردند و وارد آپارتمان کردند. آپارتمان نیمه تاریک بود. توی سرسرا ایستادیم. نگذاشتند به اتاق نشیمن برویم. چرا که نمیخواستند علائم و آثار جرم مثلا جای پا و اثر انگشت غیره دست بخورد. همراه هم اول نگاه کرد، دکتر را دید و شناخت، جسد دیگر را نتوانست شناسایی کند. بعد مرا بردند به اتاق نگاه کردم. دکتر روی کاناپه نشسته بود و از گرما کتش را در آورده بود. کاک عبدالله هم کتش را کنده بود.